به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه با کلاه و تشتک، دزدان فکل کرواتی، استاد دانشگاه، گوینده تلویزیون، جیره به گیران این دزدان از اون دزدان، لابی کنندگان، آشتی دهندگان، حکومت دزدان از رهبر که عمامه سیاه سرشه تا اون جغله 15 ساله که زیر دست پا زانواش زخمه، عمامه سفید سرشه یا ممکنه سیاه باشه یا سبز میزه، فرق نمی کنه، عمامه رو میذارن شرعی به شهر. اینها درس دزدی میخونن، بعد حجت الاسلام دزد میشن، بعد آیت الله دزد میشن، بعد آیت الله العظمای دزد میشن، بعد خطیب دزد میشن، بعد رهبر دزد میشن، بعد اکبر دزده میشن. ستویله از دزدان، ریش در ریش، عمامه در عمامه، شوروا، خبرگان، تشخیص عادت دارن. ستویله قوه قضائیه، مغننه مجریه، رئیس جمهور بی عمامه دزد، حلقه مفقوده داروین، وزرای دزد. ما اون وقتا مثلا میگفتیم ابرام بتول سرخابی، حالا میگن نمیدونم حسن محمد نجار، اینا وزیر شدن. منتها فرق این قاضی های دزد، این وزیر های دزد، این امام دار های دزد با دزد های معمولی اینه که اینا دزدی شرعیه می کنن، شرع، شرع مبارک به اینا اجازه دزدی داده. سوره انفال، سوره هشتم قرآن بریم بخونین، الله، الله بالایی، نه الله زیر زمینی، گفته برید بکشت، اگر کشتید هرچی اونجا مون، دختر یا روزن یا رومال یا رو پسر یا رو، همش مال شما ها، هر کاری میخوان باشون بکنیم، بعدم بریم بفروشیم. الله گفته، الله، الله عادل، اللهی که در عدل معروفه، گفته شما ها برین اونا رو بکشین، تازیان وحشی، برین ایرانیان مشرکن، برین بکشین، ایرانی ها آتش پرستن، برین بکشین. الله گفته. حالا اگر این وسط کشتم شدی، من خودم میبرم یه جایی، اونجا شراب کوثر، ساقیشم علی ابن ابی طالب، شاه مردان، شوهر بیوه زنان. البته این عکس اصلیش، عکس تام کروز نیست که توی ایران به شما میچپونه، این عکس اصلی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. ایشون در بهشت شغلش ساقیگریه، شراب کوثر پخش میکنه. سه تا جوی آبم اونجا هست، یکیش توش عسل میره، عسلا رو آب توش ریختن، یه خود شل شده همینجور مرتب میره، یکیش آب، تو عربستون که آب پیدا نمیشه، باید برفتن تایی چه آب گندیده در میوردن، آب تمیز خوب، یکیش هم شیر، شیر پاستوریزه، اینا تو جوب همیشه میره.
بعد الله بهت خونه میده، یه خشت از طلا، یه خشت از نقره، یه خشت از زمرد، یه خشت از زبرجد. تو هر کدوم این قصرها 70 تا اتاقه، هر اتاقی 70 تا غرفه است، تو هر غرفه ای 70 تا فرشه، رو هر فرشی 70 تا چیزه حوریه. آیت الله العظما دست غیب فرمودن. ای به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا میگن ها، خب با همین چیزا مردم رو خر میکنن میفرسن جنگ، با همین چیزا یارو رو خر میکنه، یه چیزی میبنده به خودش میره خودشو منفجر میکنه، اون وقت آلت تناسلیش رو توی آهن میبنده که وارد بهش که میخواد بشه اون خراب نشده باشه. شعور ایمان، ایمان اعتقاد داره، اعتقاد بینی، اعتقادات رو باید بهش توهین نکرد، باید سوارش شد، توهین نباید کرد به این اعتقادات. این اعتقادات فقط مخصوص سواریه. یک کلید بنداز گردنت برو رومین را برو. خب اگه تو ببینی یه حیوان وایساده اونجا، پالون خوبی هم داره، نمیدی سوارش بشی، جفتک هم نمیندازه، چه توقعی داری آخوند این کار رو نکنه؟ الله فرمودن که دزدی بکنید، مال مردم رو بخورید، من میبرمتون حوری خونه، حوری بهتون میدم، حور خونه نهان، حوری خونه پر حوریه. این قصرهای طلا و نقره و زبرجد همش هم سر بازار میتونی بری، هر وقت گرفتار شدی یه دنیا آجرار میکنی میری سر بازار بهشت، بغل یه خورده اونورتره، یه دونه این طلاها رو میفروشی به حسن علی زرگر. و پولاش میخوای چیکار کنی؟ درخت چلو کباب داری، درخت خورش بادم جون داری، خود بادم جونو بهت میدن، تو بمیر فشار قبر رو ازت میگیرن، انکیر و منکر میان اصلا هیچی نمیگن، میگن تو پاسی، یه 20 بهت میدن. به جای اینکه بری سوره انفال بخونی یهو آدم بشی، نکنی این کارو ها، گوشی رو بردار به من فوش بده، 25 دلار بهت میدن. ای به گور پدر پدر فلان. دلم وسط میسوزه. بدبخت بدبخت بدبخت، چیزایی که میاری تو دهنت نمیدونی چیه. کار این الله آسمونیه با این پاداش هاش، رفیق دزدان. یه الله زیرزمینیه، الله زیرزمینی امام اسمشه، امام. تو هر چی داری 5% مال اون، 20% مال امامه، خمسشو باید بدی. خب امامو که پیدا نمی کنی که، آخوند هست جاش میگیره، هین بده به آخوند، میری به بهشت. الله حسد حوری میاره، پولا رو بده با آخوند، چون آخوند صبح به صبح میره تای چا، اونجا امام زمان رو پیدا میکنن و صبحونه میخورن، اینا میاد بالا کاغذ دستشه، میگه امام زمان خودش امضا کرد گفت بده به من. درود شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، دو تا شعر دارم براتون بخونم و بعد علت خوندن این شعرها رو براتون بگم. در 28 مرداد 1365 1986 بود
آره 1365 مغازه منو منفجر کردن، پسرمو کشتند. اولین عید نوروز به جای به عزا نشستند که بشینیم و گریه کنیم، یک کنسرت شاد و سیاسی در لندن گذاشتم، در آلبرت هال لندن. زنده یاد فریدون فرخزاد امسی برنامه بود، ما این تازه داشت معروف میشد، مهستی بود. خانم فرشته را از آلمان آوردیم، رقصنده ای بود که دکترای فلسفه داشت، چقدر هم قشنگ میرقصید، بانوی بسیار فهیم. چقدر ما میشستیم با هم دیگه بحث میکردیم. پتانه بود، سعید محمدی بود. اسم شو بود یک کهکشان ستاره. در آلبرت هال لندن برای اولین بار اون زمان 7000 نفر آدم دور هم جمع شدن و زنده یاد فریدون فرخزاد برنامه بسیار زیبای اجرا کرد. دارم یه وقتی اگر بخواین، خدایی نکرده اگه بخواین پول خرج کنین کمک بکنین، من دارم براتون بفرستم. پولشو بفرستین من بفرستم براتون. چون از روزی که گفتم اون تقویم رو اگه میخواین براتون ایمیل کنم، حدود 320 تقاضا آمده. چشم، ولی یه مرتبه همه رو نمیتونم یه روز این کار رو بکنم. سیستمم جوری نیست، دونه دونه باید ایمیل کنم، یعنی فوروارد کنم براتون. این داستانهای عجیب و غریبیه، ما عجیب ملتی هستیم. دوباره معجزه آفتاب و آب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین، شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود، سپاس و بوسه و لبخند و شاد باش و درود، دوباره چهره نوروز و شادمانی عید، دوباره عشق و امید، دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار، هفت سین فرا رسیدن نوروز و سال نو را شاد باش میگویم. برایتان تندرستی و نیک روزی در سال نو آرزو دارم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید. این رو برای من یک عزیزی نوشته و من تقدیم به شما هم میکنم. برای این رو خوندم. شعر دیگه ای هست، گفتی که نوبهاران از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست. گفتی که زندگانی در شور عشق پیداست، تا یک جوان باقی است نوروز مردنی نیست. حرف من اینه. نوروز می خرامد با صد هزار آذین، بنگر که این تجلی هرگز نهفتنی نیست. از درد عشق گفتی و از مرگ عاشقانه، اما بهار دلها هرگز فسردنی نیست. از دیو شب چه ترسیم، فردای ما روشن، دانی که شام تیره تا صبح ماندنی نیست. نوروز می گشاید دروازه های زرین در شهر روشنایی، خورشید رفتنی نیست. در کوچه باغ یاران گلهای یاس پژمرد، بی باد نوبهاران گلها شکفتنی نیست. دشمن درون خانه است، هشدار ای برادر، این درد با چه گویم، هر قصه گفتنی نیست. در سرزمین جمشید ضحاک لانه کرده است، وین دیو اژدها سر بی کاوه رفتنی نیست. درد ما اینه که کاوه نداریم.
مهریست در دل من پیوسته با وجودم، این رشته محبت هرگز گسستنی نیست، در جان من نهان است آن شعله مقدس، وین جاودان آتش هرگز فسردنی نیست. ما رهروان عشقیم، پیغام ما رهایی، بخشایش است و بخشش ما را که دشمنی نیست. بر پرچم تو زیبد خورشید و شیر و شمشیر، وین نقش جاودانه هرگز زدودنی نیست. داغی فتاده بر دل هر جا شقایقی هست، وین لاله‌های خونین از خاک رستنی نیست. آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. یکی از دوستان به نام بزرگ مهر وزیری از تگزاس این شعر رو گفتن، البته این شعر تازه سروده نشده، در سال 2003 سروده شده. علت این که این دوتا شعر رو خوندم وصف الحال منه. نوروز 66 با این هنرمندان که گفتم کنسرتی در لندن گذاشتیم به نام یک کهکشان ستاره، و تجربه به من نشون داده بود اگر فرخزاد وایسه و حرفاشو بزنه مردم کمتر میان، اما اگه نیناشناش توش باشه مردم زیادتر میان. ما اومدیم این خوانندگان و رقصندگان رو با چسب فریدون فرخزاد به هم چسبوندیم. فرخزاد برنامه رو افتتاح کرد و در پایان برنامه تمام خوانندگان رو که همه الان یکشون تو این دنیا نیست، ما هستی، همه رو آوردم روی سن و اینها با همدیگه سرود ایران خوندن. خودم هم اونجا بودم، دستامونو به هم گرفتیم و تازه 8 سال یا 9 سال از شورش خمینی گذشته بود. بعد دبی پیروز شد، مأموران حکومت دینی تلویزیون های زیادی زدن اینجا. در همون وقت یکی از همین مأموران یا کسی دیگه نمیدونم، یا اینکه آگهی خواسته بود بهش نداده بودیم، نوشت فاضلی در سالگرد مرگ فرزندش جشن به پا کرده. من در جوابش گفتم با دلی خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. این رو اون کسانی که برنامه آلبرت هار رو دیدن میدونند که من این رو گفتم. و بعد گفتم اگر بیژن من تو این راه کشته شد، بیژن کشته شد که نوروز بمونه. این نوروزه که میمونه، نه من، نه تو. و به این دلیل این شعر رو براتون خوندم که من معتقدم آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. 3000 است که تاریخ داره. در هزاره اول 5 تا 6 تا 8 کشور بودن در سطح دنیا، الان نزدیک 200 کشور. ببینید یک دلیلی داره موندنش. چین بود، هند بود، مصر بود، نه این مصری که هست، اجیپت بود، قبطی ها بودند، نه این ایتالیایی که هست، این ایتالیا با رومانا فرق میکنن، عوض شدند، نه این یونانی که هست. اتفاقات زیادی افتاد. این ایران در چهارراه حوادث قرار گرفت، ولی چیزی که نگهش داشت نوروز بود.
اسکندر اومد، تازیان اومدند، چنگیز اومد، تیمور اومد، افغانها یعنی اشرف افغان اومد. کاری به ملت افغان ندارم، من برادران ما هستن، من همیشه اونا رو جزی از ایران میتونم. همه اینا اومدن بنیاد این کار رو بردارند. مغولها سالیان سال بر ما حکومت کردند. شما اگر سلسله های ایرانی رو بری بررسی بکنی، به جز سامانیان، دیلمیان و پهلوی، ما سلسله ایرانی نداشتیم. اما تو نمیتونی بگی ناصرالدین شاه ترکه. ما اینا رو همه رو وادار کردیم فارسی حرف زدن. محمود غزنوی فارسی حرف زد. دانشمند ما مغول رو ورداش برد بالا سر خلیفه المستعصم بالله، گفت گردنشو بزن. مردم ریختن گفتن این نماینده محمده، خلیفه محمد، اگه گردنشو بزنی آسمون الان میاد پایین، زمین میره بالا. هلاکو خانم مسلمون بود، گوه این که مسلمون زیاد میکش، ولی مسلمون بود، مغزشو خورده بودن. خواجه نصیرالدین طوسی گفت کاری نداره که، ما میذاریمش لا نمد میمالیمش. اگه دیدیم که زمین آسمون داره تکون میخوره، میاریم بیرون تعظیمش میکنیم، میگیم الله ما معذرت میخوایم که این توفاله ای تو رو اینجا داریم میمالونیم. اگر هم دیدیم خبری نمیش که میکشمش به جهنم، همه این الله ملله اینا دروغه. درست هلاکو خان المستعصم رو کشت، ولی در واقع مغز متفکر خواجه نصیرالدین طوسی بود. بیکار نشستیم ما ایرونی ها. یک کسی که مجبورم، خیلی مؤدبم نوشته بود، به انگلیسی هم نوشته بود، ولی چون نیت بد داشت مجبورم بگم این شخص انسان نبود. اولا 30 بار نمیم 40 بار یه چیز فرسته بود. بعد آقای فاضلی چهارشنبه سوری اومد هیچ خبری نشد. من گفته بودم خبری میشه. من گفته بودم تو باقچه بندت رو جمع کنی پاشی بری اونجا حرکت کنی. نشستی تو خونت ننت بادت بزنه، یا نشستی تو خارج که بری ملکات پس بگیری؟ من گفتم برید حرکت کنید، احتیاج به چیزی ندارید، برو اگه میخوای چیزی یاد بگیری، اگه میخوای بفهمی تو زندگیت. منطق و طیر عطار رو بخون. وقتی مرغا جمع میشن برن به سی مرغ برسند، بعد از تمام گرفتاریا که براشون میاد، میرسن به یه جایی که قله قاف بوده، قرار بوده سیمرغ اینجا باشه. به هدهد میگن که پس سیمرغ کو؟ میگه خودتونو بشمارین ببینین چند نفرین. ببینن 30 تان. میگه سیمرغ شمایید، تو نشستی تو خونت خودتو باد بزنی که چطور بشه. من میگم تا حرکت نکنی کسی نمیاد دست کنه بذاره تو بغلت. میخوای خودتو به خریت بزنی؟ ببخشید اینجوری صحبت میکنم، چون نوع اینی که حرف خرونه از من میپرسی، من مجبورم خرونه جوابتو بدم. تمام نوارهای من موجوده. گفتم برید شما این کار بکنید، اگر 50,000 نفر شماها برید احتیاج به کسی ندارید. تو اصلا نفهمیدی من چی گفتم، یا اینکه نمیخوای بفهمی، یا معمولی که نفهمی. من تهمت به کسی نمیزنم،
ولی اگه وقتی آدم خودشو بزنه و خریت یه همچی مسائل میشه. راجع به این که بر من مینویسید به اعتقادات مردم توهین نکن، من میکنم، چون شماها نمیدونید اعتقادات یعنی چی. اگر تو اعتقاد داشته باشی سر منو ببری، من به اعتقادات خودت که هیچی، به اعتقادات پدرت هم توهین میکنم. اعتقاد یعنی چی؟ تو اعتقاد داری بری سر چهار نامه بندازی اون تو، به منم میگی همونو قبول کنم؟ تو اعتقاد داری که این عکس علی نیست، اون آلندلونی که اونجا وسط گذاشتن عکس علیه، تام کروز عکس علیه، من این اعتقاداتو قبول ندارم، توهینم بهش میکنم. ایمان و اعتقاد از خشک مغزی میاد، چون من بیندیش یا بمیر، من اعتقاد دارم، یا باید مثل من فکر کنی یا بگو قولو لا اله الا الله یا گردن تو میزنم. ای تو اون اعتقادت، من اومدم با این اعتقاد بجنگم، برای اینکه من نمیگم، تو میخوای بگی برو بگو، ولی به من نگو بگم. من در تمام برنامه ها به همه دارم میگم، حرف هایی که دارم میزنم پشتشم میگم، اگر این حرف ها به دردتون نمیخوری بریزینش دور. من اصراری ندارم که هر چی میگم درسته. من برای آدم های حرف میزنم که حرف منو میفهمن، یه دی اصلا نمیخوان گوش بدن، یه دی هنوز تو سنگ شدنن. ببین عزیز من، گدائی مشروعی که در هیچ یک از نوشتارهای مذهبی پیشینه‌ای ندارد، از مجله پژوهش مال دوست عزیزمون دکتر عرب، یکی از تفاوت‌های بارز مذاهب شیعه‌گری و سنی‌گری که نه در قرآن و نه در هیچ یک از نوشته‌های مذهبی اشاره‌ای به آن نشده است، موضوع خمس می‌باشد که بر اساس آن مسلمانان موظفند یک پنجم از درآمد و دارایی خود را به آخوندها بپردازند. خب تو اعتقاد به این داری، داشته باش، برو بده، یه پنجم نده، یه دومشو بده. به من نگو منم بدم، من یه پاچه بزم به اینا نمیدم، من به مفخور چیزی نمیدم، من دزدی نکردم که بخوام برم خدا واسم حوری بیاره. تو دزدی کردی، میخوای بری سرم آخونده رو بدی، برو بده. در آغاز سده 19 آخوندهای شیعه برای استوار کردن قدرت مالی خود بران شدند تا با ارائه تئوری خمس منبع درآمد سرشار دائمی برای خود به وجود آورند. بنابراین خمس یکی از دستاویزهای پولستانی آخوندها از مردم ساده لوح بود، به طور کلی یک گدائی شرعی و مذهبی می باشد که هیچ دلیل و مدرکی نمی توان یافت که این رسم پیش از سده 19 در دنیای اسلام وجود داشته باشد. پایش از اینه که محمد گفت، الله به محمد گفت، محمد هم به من تو گفت، برید آدم ها رو بکشید، هر چی تو این دزدی و غارت گیر آوردین 20% بدین من، با الله، با در راه ماندگان، با یتیمان، با فلان، ولی بدین من. کاروبار شیعه گرفت، رفتن دزدی کردن، غارت کردن، 80% خودش برداشت، 20% فرستاد برای محمد. ایران رو غارت کردن، 20% فرستادن، 300 هزار درهم یا 60 هزار درهم یادم نیست برای عمر فرستادن. غارت کرده بودن، سنت محمدی رو به جا آوردن فرستادن. پول دوزی رو بده با آخوند بخوره، سهم امامه، امام زیر توی چاس
این میره تو چاه بهش میده. اولین کسی که امام درست کرد میگفت پولا رو بدین من میرم تو زیر زمین میدم امام. با همین ببینید یه چیزایی توی پاچه ما کردن. ببخشید من اینجوری حرف میزنم. اعتقادات من اعتقادات تو برو اصلا گوش نده. کی به تو گفته بیا بشینی حرف منو گوش بدی که به اعتقادات توهین بشه؟ برو گم شو اصلا از جلوی تلویزیون برو کنار. پونزه سالت هست، 90 سالت هم هست، من اصلا نمیخوام تو رو داشته باشم بکنه. احتیاج به تو ندارم. تو احتیاج داری حرفای منو بشنوی بفهمی. دلت میخواد بفهم، دلت نمیخواد برو. این که دیگه خوب بود که دیگه به اعتقاداتت نبود، به خودت بود. اصلا تو همه دنیا بیشتر میفهمی، واسه چی نشستی اونجا با من چی کار داری؟ من دعوتت کردم. هر کی فکر میکنه من به اعتقاداتش توهین میکنم رو شو چی بره. من التماس به کسی نکردم بیاد بشینه. این مجله جهان، آینه جهان، تعصب یک هذیان و بیماری اجتماعی، پیدایش و نمو شیعه از تعصب. یکی از دانشمندان بزرگ جهان و از مفاخر عالم انسان گالیله است. در نیمه قرن 16 در ایتالیا به دنیا آمد. در رشته های متعدد از علوم تحصیل کرد. در پزشکی، ریاضیات، فیزیک تبحر جست. سپس به علم نجوم روی آورد و علم جدیدی را پایه نهاد. باری گالیله هرچند در علومی که خوانده بود استاد بود، اما تبحر و شهرتش در علم نجوم است. اولین تلسکوپ را به معنای جدید اختراع کرد و به مدد آن بر مشهودات و مکاشفات خود در نجوم دست یافت. مثلا اولین کسی بود که نوشت کره ماه کوههای فراوان دارد یا کهکشان مرکب از ستارگان کوچک است که از دید بشر بیرون است. گالیله فرضیه‌ای را که کپلر طرح کرده بود مبتنی بر اینکه زمین بر خلاف تصور آن زمان ثابت نیست بلکه حرکت می‌کند، به مدد ریاضیات و مشاهدات نجومیش علمن ثابت کرد و در این باب کتابی نوشت که مرکز منظومه شمسی خورشید است نه زمین و زمین در مدار خورشید حرکت میکنه. کلیسا اومد گفت به عقاید من توهین کردی. زورم دستش بود گالیله رو میخواست بکش. فکر میکنی گالیله چیکار کرد؟ گفت هرچی شما میگین درست. گفت شمع خاموش کنین. گفتم رو بیفتین بخورین، عقایدتون رو نگه دارید. اینا که من دارم میگم اینا رو از خودم نمیگم، اینا همه با دلیل و مدرکه. حالا تو نمیخوای بفهمی نفهم. این کتاب نویسندش دکتر، نه از اون دکتر چیزا قلابیا، دکتر حسابی پزشک، دکتر بقراط صفایی، جلد سومش. اسم کتاب هست آیین موسایی. اصلا کسی دنبالش نمیره، کسی کاری به این کارو نداره. در صفحه 574 جلد سوم من براتون میخونم. من با نشونی همه کارام میکنم. مذهبیون میگویند مذاهب برای جلوگیری از شرارت‌های بشری پیدا شده. آخوندها اینا رو میگن. ولی بر حسب نمودارهای تاریخ ادیان تا کنون نتوانستند این مذاهب برای انسانها آسایش به بار آورند.
جاناتان سویفت میگوید در دنیا انقدر مذاهب داریم که ما را به جان هم بیاندازند، ولی انقدر مذاهب نداریم که ما را به دوست داشتن یکدیگر تشویق کند. می‌دونین چرا؟ برای اینکه هر مذهبی میاد پول دراره. وقتی میاد پول دراره، اون یکی رو باید رد کنه. و چون اون یکی رو باید رد کنه، مثلا محمد مذهب بت پرستی رو میخواست برداره، چون اونایی که بتکده کعبه را اداره می کردن سهم محمد را ندادن. محمد گفتش آقا جون، شماها بچه نوه آقای عبدالمطلبین، منم نوه عبدالمطلبم، سهم منه بدید. ندادن، زورش هم نمی رسید، چیزی هم نداشت، گرفتاری مالی هم داشت. رفت یه زن پولدار گرفت، شروع کرد طراحی کردن که چجوری این خانه رو از دست اینا در بیاره و در آورد. هیچی نداشت، وقتی مرد تریلیونر بود، بیلم نزده بود، تجارتی هم نداشت. حالا این اعتقادات تو رو خراب میکنه. خب آدمی که نمیخواد بفهمه، اعتقاداتش همیشه خراب میشه. من حقایقو دارم میگم، تا حقایقو میگم. آقا به اعتقادات ما توهین نکن. کی به تو گفت بیا بشینی برنامه منو ببینی؟ قای نبینی که اصلا نمیفهمی من چی گفتم؟ مرض داری؟ پس الزاماً باید کیش‌ها را کنار گذاشت، اما در این صورت با مردم متعصب و کم شعور چه میتوان کرد؟ اینو من نگفتم، این کتاب داره میگه، از قول جاناتان سویفت، یکی از دانشمندان. با شمع خاموش کن. به آنها چه باید کرد؟ به قول اینشتین. اینشتین کیه؟ اینشتین اصلا این چیزا نمیفهمه، ولی من قولشو میخونم. باید به آنها آموزش داد تا دانش جای ایمانهای بیمورد را بگیرد. مشتی که تو من فکر میکنی به اعتقاداتت دارم توهین میکنم، من دارم کاری رو میکنم که اینشتین گفته. اینشتین کیه؟ هیچی، بابا برو. اما این کار هم به سادگی و سهولت در کوتاه مدت میسر نیست. بارها و بارها بهتون گفتم، شاید بشر در آینده نزدیک یا بسیار دور بتواند در این امر موفقیت خوبی به دست آورد. لحاظا اکنون باید در پی آن بود که خرافات و اضافات و مطالب غیر منطقی و غیر اخلاقی را از کتب مذهبی به بایگانی های تاریخ سپرد. میتونی؟ نه، برو به چسب ذریع امامزاده درستت میکنه. تا با حذف مطالب دشمن تراشی بتوان به دوستی و آشتی و تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز به ویژه بین ادیان رسید، ولی این کار هم با سوابق ذهنی مردمان متعصب مشکل و یا غیر مقدور میباشد، زیرا متدینین، امامه به سران و اون کسانی که فکر میکنن خیلی دین و مال اوناست، اون خداه اون گوشه نشسته همه دنیا رو ریخته به همدیگه، اومده فقط این تافته جدا بافته رو ننش ترکمون زده گذاشته اونجا، گفته که تو برو دوزی کن، من تو رو میبرم به بهشت، واسط خانوم میارم. اینجوری سر خودشو کلا میذاره. ببخشید من رو لغات صدام تنده، برای اینکه انقدر حرفای خرونه به من میزنن، یا اصلا من نمیدونم اینا چرا میشینن برنامه من رو نگاه میکنن. خسته شدم بس که خودم آوردم در سطح یه بچه 12 ساله 15 ساله. بچه جون برو بخون، بعد بیا از من ایراد بگیر. آه تو نادانی، من راحت مجبورم اینو بهت بگم. درسته 15 سالته، ولی هیچی نمیدونی، دو خط اون اول خوندی،
من دنیا رو دارم برای تو تعریف میکنم، بعد میگی آقای فاضلی پس این دنیا رو کی به وجود آورده اگه خدا نبوده؟ همونی که خدا رو به وجود آورده. آخه تو نمیتونی بگی هر چیزی یه سانهی داره به جز خدا. اگه هر چیزی یه سانهی داره استثنا نداره این کار. اونی که آخونده بهت میگه دروغ میگه. جهان لازم و ملزوم هم دیگه است. جهان عمل و عکس العمله. من چجوری این حالی تو بکنم؟ تو دنبال خدایی، تو نمیتونی فکر کنی که وقتی مردی مردی، وقتی مردی مردی تموم میشه. منتها میترسی. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. همونی که حضرت علی ساقی کوثر بهت توی اونجا میخواد بده، همینجا خودت بگو شرابت بیارن بخوری، دیگه ساقی کوثر هم نمیخوای. تو زر نه ای ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. آخه این خیلی ساده است فهمیدنش، ولی خب آدم بخواد خودشو به اون را بزنه، من نمیدونم چیکار باید بکنم. متدینین معتقدن این کتب از آسمان ها افتاده، در حالی که این تصورات جاهلانه و خلاف عقل و خرد می باشد. پس باید حداقل دین ها از حکومت ها جدا شوند و این تصورات و به مردم تفهیم شود که دین جزء احوال شخصیه است و تقلید و اتکال جایز نیست. قدر انسان آن است که به شخصیت خود پی ببرد و با آموزش دانش متکی به استقلال شخصی خود بشود. تو چون اون استقلال شخصی رو نداری، اونقدر جرأت نداری که خودت به خودت بگی منم همه چیزه. اگر من نباشم خدا نیست. اگر مادر تو نباشه خدای مادرت نیست. محمد که با خدا اینقدر رفیق بود تا دخترمشو میدید خدا فوری با فدکسپرس واسش آیه میفرستاد که برو ترتیب دخترمه رو بده که ناراحت نباشی، مرد، هیچ خبری هم ازش نیست. علی که رفت پیش خدا، نمیدونم دست علی دست خداست، پای علی پای خداست، کله علی کله خداست، وقتی خنجر بهش زدن مرد. اینو میتونی بفهمی؟ نه، صلاحش بوده، آخونده گفته صلاحش بوده. خب خورماه رو بخور. کم وقت پیش توی اهواز یه گوسفند پیدا کردن، این گوسفند گفتن رو شاخش شمشیر ذوالفقار عکسش کشیده شده. حالا چه حرومزاده‌ای بود اون یارو این کار کرده؟ بعد آقا هر چاقویی گذاشتن به گردن این گوسفند بریده نشد. این گوسفند از امام حسین خیلی بالاتره، چون اولین چاقویی که گذاشتن گردن امام حسین بریده شد، ولی این گوسفنده خیلی بالاتر از امام حسینه. آقا چرا شعور؟ من نمیدونم، سخت نیست فهمیدن اینا که من دارم میگم. اگر این گوسفند مقامش از امام حسین پیش الله بالاتر نیست، امام حسین پخ پخ سرشو بریدن، اینا میبردن. این گوسفند مقامش از امام رضا خیلی بالاتره،
یه انگور زهرآلود امام رضا رو کشت. این گوسفند هیچی اثر بهش نمیکنه. ببین من فقط میخوام اینو تکون بدم. بگی چرا؟ فکر کنی. حرف دیگه ای ندارم. بری بگی آقا جان این عکسی که از علی شوهر بیوه زنان مولای متقیان شماها پیدا کردین آوردین گذاشتین، چه عکس مأخذش کجاست؟ این توی موزه است، قیمتش هم میلیون ها دلاره. یه رومی از علی این عکسو کشیده. تو با هر کار کاری دلت میخواد بکنی بکن. اعتقادات توهین، علی همون یارو جیگوله است، همون جیگوله است. حسین این عکسی حسین بفرم. حالا اون عکسایی که میذارن 6 در 4 وسط چاپ میکنن برو به خربز خونت، به من مربوط نیست. در آخر سخن باید بگویم این بیانات برای آگاهی نه گمراهی انسان‌ها به رشته تحریر در آمده و نباید توهینی به عقاید کسی تلقی گردد. اینها حقایقه. الان خانم تلفن میکنه آقای اینشتین کیه؟ ببین من با کجا با اومدم با کیا حرف میزنم؟ اینشتین کیه؟ هیچ. ببخشید. بخور. بخور. مذهب یه نوع اعتیاده. تو به نماز خوندن معتاد میشی. تو اعتیاد پیدا میکنی که سر ساعت بری الله کلنگ کنی. آقا تلفن کرده بود آقا من دیگه نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ گفت هر وقت سجده میرم یاد حرف تو میفتم، سرم میذارم زمین طمع هوا میکنم. گفتم مگه غیر از این کارو میکنی؟ گفت نه متوجه نبودم قبلا. وقتی میرم سجده یهو یادت میفتم که ای بابا این کاری که تو میگی راست میگی، من دارم اون کارو میکنم. چنانکه گفتن مذهب هم میتواند مانند سایر چیزهای دیگر انسان را معتاد کند. اصولا اعتیاد یعنی خوی گرفتن و عادت کردن برای لزوم انطباق با محیط و تعقیب خواسته های نامناسب و آن بر دو گونه است، مثبت و منفی. وقتی آن را مثبت میخوانند که مراد استعداد به صدور حرکاتی باشد که در آغاز امر دشوار ولی به تدریج آسان میشود، مانند عادت به خواندن و نوشتن و امثال هم. اون کسی هم که رفت هروئینی شد، نرفت هروئینی بشه، معتاد شد. تو هم معتاد شدی، زهرا باید بری مسجد. بعضی ها معتاد نشدن میرن اونجا چون صرف داره، نون داره توش. اعتیاد منفی آن است وقتی توانایی تحمل اثرات خارجی یا باقی ماندن در حالات گذشته را برساند، مانند عادت و انجام شعائر مذهبی، مواد مخدر و سموم و امثال آنها که انسان را معتاد میکند. دامنه اعتیاد بسیار گسترده است. پایه‌های اصلی اعتیاد بر ناامیدی، فقدان امنیت، نیاز به ارتباط‌ها و غم و غصه و تنهایی و داشتن زمینه اضطراب و احساس ترس استوار است. نادانان مذهبی که دشمنان انسانیت و درک حقیقت هستند، مسئله بهشت و جهنم، مجازات‌های یاوه آخرت، مسائل جنسی را با عناوین حور و غلمان و لذات بر آنها می‌افزایند تا افراد به ویژه معتادان را بیشتر در گرویدن به خرافات تشویق کنند. گرد همایی در مساجد و معابد مذهبی اعتیاد را فزونی می‌بخشد.
ترک روش های مذهبی آسان نیست، ولی برای ترک آن باید افکار مذهبی غیر علمی را از ذهن زدود و عقل و خرد را از اسارت آزاد ساخت. خرد با دین اصلا نمیخونه، فاصله دارن با هم دیگه، آب و روغنه، آب و آتشه. من این علامت میذارم که فردا براتون بخونم. ببینید دوستان، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رو .net که میرید یه تبلیغاتی گوگل گذاشته اونجا. اگر شما برید این تبلیغات رو نگاه بکنید، 10 سنت نه از جیب شما، خود گوگل به من میده. رضافاضلی.net، رضافاضلی.10، رضافاضلی.org، رضافاضلی.pars2، blogspot.com، mpahlavi.com، mpahlavi.blogspot.com. ببینید همه اینا رو براتون آماده کردم، کتاب بخواین مجانی، مفتی مفتی مفتی، برید بخونید. چیزی هم به من ندید. من تا روز که تونستم این کارو میکنم، نتونستم هم نه شماها پول بدین، نه کتاب بخرین، نه هیچ. خب خسته شدم بس که گفتم. ببینید چجوری من برای شماها بگم. این برنامه هر یه روزش که تهیه میشه میمونه برای آیندگان. نه، تویی که به این برنامه کمک میکنی، به من نمیخوام کمک کنی، من احتیاج به کمک کسی ندارم. وقتی به این برنامه کمک میکنی، به بچت، به نوت، به نتیجت، به آینده ایران کمک میکنی، مردم رو از این زندان خرافات، زندان نادانی نجات میدی. کتاب رو بگیر بخون، به خودت کمک میکنی. در موقعی که کتاب میخری، $10-15 به من کمک میکنی که این برنامه رو برونم. الان از یه هفته به نوروز مونده تا امروز همه سرگرم کار خودشونم، منم چیزی ندارم. برصورت زور که نمیشه به مردم گفت، خرجای اضافه دارن و ازم ناجوره، همینا هستش. سعی کنید برنامه رو سرپا نگه دارید. اون روز بهتون گفتم، رفتم فکر کردم برای عید حالا همه میان فروهر، یه خانمی از پاکستان زنگ زده که فروهر میخواد بخره، تلفنش رو یادداشت کردم بهش زنگ میزنم، یکی برای خودش، خود یکی برای دخترش در پاکستان، قرقیزستان، افغانستان، نمیدونم گرجستان، آذربایجان، ترکیه، همه دارن میبینن برنامه رو. نوش جانتون. شما هم که در ایران میبینید، نوش جانتون. شما هم که در خارج میبینید، نوش جانتون. ولی وظیفه ای دارید که از این همه آدم که از اینترنت استفاده میکنه 10 سنت. تا فردا صبح، خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.